سازمان ملل و کمیته جهانی صلیب سرخ به طور جداگانه از همه طرف‌های درگیر در جنگ یمن خواستند از غیر نظامیان حفاظت کنند. این درخواست بعد از آغاز حمله هوایی، زمینی و دریایی ائتلاف علیه یمن به بندر حیاتی الهدیده صورت گرفت. لیز گراندی، هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل در یمن، روز چهارشنبه به خبرگزاری رویترز گفت بر اساس قوانین انسانی بین المللی، طرف‌های درگیر باید همه تلاش خود را برای حفاظت از جان غیر نظامیان و تضمین رسیدن کمک‌های مورد نیاز برای زنده ماندن آنها انجام دهند. در ژنو نیز ماری کلرفغانی، سخنگوی کمیته جهانی صلیب سرخ گفت به احتمال زیاد این حمله بر شدت وخامت اوضاع انسانی عملاً فاجعه بار در یمن خواهد افزود. بیش از 3 سال است که یمن صحنه تاخت و تاز ائتلافی متجاوز به سرکردگی عربستان سعودی است که با نیروهای یمنی در حال جنگ هستند و به غیر نظامیان نیز حمله می کنند. حملات سنگین ائتلاف به بندر الهدیده در حالی است که کشور یمن در محاصره نیروهای این ائتلاف قرار دارد و تنها از طریق این بندر دارو و غذا توسط سازمانهای بین المللی به یمن ارسال می شود.